خوب، سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من همینجوری تو اینترنت گشت و گذار می کردم، خیلی راجع به بازار کریپتو علاقه من بودم، تو یه پروژه جالبی برخوردم. حالا اومدم اینجا تا با هم بررسی کنیم پروژه رو، ببینیم ارزش گذاری این پروژه چجوری. خب من میرم تو سایت کوین مارکت کپ دات کام. خب اینجا که میایم قسمت سرچمون، خب قسمت سرچ تازه لود شد، میزنیم چی؟ پری سرچ. خب ما میخوایم آقا محتوا ارزش گذاری این پروژه رو انجام بدیم. ببینیم آقا این پروژه چجوریه. اولین کاری که باید بکنیم، بیایم آقا توی مارکتش ببینیم توی چه بازارهایی معامله میشه. خب اگه یه ذره با دنیای کریپتو آشنا باشیم، ببینیم که کوکوین جزء برترین صرافی هاست که حجمش هلوش 700 هزار دلاره، که خب نسبتا کاهش داشت نسبت به روزهای گذشته. من روزهای 1.5 میلیون دلار هم دیده بودم. خب این معیار ارزها رو پری به یو اس دی تی، این به بیت کوین، تو کوین اکس هست، یونی سواپ و صرفه این مطرحی هست. حالا نمیتونیم این پروژه همچنان بدیه. مارکت کپش هم حالا نسبت به دیروز پریویس، خب چون ارزش اومده پایین تر، ارزش مارکت کپ هم ریخته. یه نکته مورد توجهمون باید این باشه که آقا این حجم در گردشی که توی بازار هست، حدودش 79% حجم عرضه اون عرض مد نظرمونه، که خب مکسیموم سپلایش 500 میلیونه، 396 میلیون تا از این عرض هنوز چیز از بین رفته و حدودش 100 میلیون تاش مونده. خب اگه یه بذارید بعدا حساب میکنیم با همونش، حالا زیاد چیز نیست. خب قسمت بعدی اینه که بیاییم ببینیم حالا وایت پیپرش رو میتونیم بریم بخونیم ببینیم چی نوشته. خب وایت پیپر کلا یه ذره طولانی هن، من خودم زیاد علاقه آنچنانی ندارم، باید پی دی افش رو دانلود کنیم ببینیم بشه نه. خب پروژه قرارداد اتریوم ساخته شده، اتریوم هنوز کارمزدش خیلی سنگینه، ولی میتونیم آینده درخشان رو باش مد نظر داشته باشیم. نکته قابل توجه اینه که این پریسش اصلا ببینیم چیه. این پریسش یک پلتفرمی که اینجا نوشته تگز، که کار سرچ انجین یا مثل گوگل در واقع داره کار انجام میده. خب گوگل یه سرچ انجینیه که حالا سال 1990 بوده که این بوده اون موقع عرضه شده و خب افرادی کمی میشناختنش، ولی به این مشهوریت رسیده و این شهرت تونسته برسه. این هم به نظر من یکی از پروژه هایی که قابلیت این رشد رو داره. حالا شاید نگیم 100 برابر شین، ولی امکان 10 برابر شدنش اصلا چیز بعیدی نیست. حالا ما امیدواریم تا سال آینده این پروژه بتونه 10 برابر شه، اگه همکاری کنن ایرانیان عزیز برای دوری از تورم. خب این تو سایت خود پریسرچ، پریسرچ.org، یه پریسرچ.org. خب زب میشه دیگه، اوکیه. خب میگفتیم
میبینیم که سایت پیسرش داز ORG قسمت بالا ریجیستر یا لاگین داره. خب ریجیستر لاگین رو میزنیم، از همون ایمیل و پسورد و حالا ریممبر میرم میتونیم بزنیم و کریت اکانت میسازیم. این من ربات نیستم بخاطر اینکه حالا بازدید سایت واقعی به نظر میرسه. خب چون من اینجا قبلا تشکیل دادم، پس از این طرف میام که ببینیم که من حالا مقداری جمع کردم سرچ هایی که کردیم. خب این پروژه اینجوریه که ببینید روزی سه تا بهتون میتونه حتی اکثر ارز بده، هر ارزش هم 14 دلار آمریکاست که حدود 1.2 دلار در روز میشه. خب برای ما ایرانی ها به نظر مبلغ زیادیه، اونور میگیم خب ساعتی 20-30 دلار میگیرن مشکلی ندارن، ولی برای ما مبلغ نسبتا زیاده، یعنی ماهی بلوش 1 تومن شما میتونی با همین قیمتی که داره در بیاری. حالا نکته جالبی که میخوایم بگیم، حالا من دانم یه چنگ بسته نمیشه نمیدونم این که فقط کنی about که بزنی در برای پروژه توضیح میده بهتون که یک دیسنترلایزه، یعنی پروژه غیر متمرکزیه، توی صرافی مطرحی وجود داره و خب تیم خیلی فعالی داره که این که هر هفته میاد یه ویدیو میذاره که آقا انکریپتو و نیو سرچ که قراره با گوگل چیز کنه، رقابت کنه. و این خبر خیلی مهمی که براش بلوشه 6-7 ماه پیش اومد که یه سود وحشتناکی داشت 10 برابر شد، این بود که قرار بود توی دستگاه های اندرویدی تو اروپا این سرچ انجین به عنوان یک سرچ انجین دیفالت قرار بگیره. نظر من پروژه خوبیه. حالا ما که نمیخوایم کار عجیبی بکنیم، ما فقط میخوایم بجن که تو گوگل سرچ کنیم یه رقیب واسه گوگل درست کنیم. حالا نکته قابل توجه این سرچ انجین اینه که فقط شما وابسته به نیست که شما سرچ بکنید، مثلا من اینجا میام اینجا مثلا این 38 و 6 من سرچ میکنم مثلا ویرجینیا آیلند، مثلا این 38 و 6 38 و 7 حالا ویرجین بود یادم، یه چیزی شنیده بودم منم سرچ کردم دیگه نمیدونم مجموع جزایه 38 و 7. من اینجا براتون میزنه که آقا چقدر سرچ میکنید. حالا نکته قابل توجهی که تو این سرچ انجین وجود داره اینی که کنید مینیمم الیجیبل توکن که 1000 تا، یعنی شما 365 روز رو باید 30 تا رو سرچ بزنید. حالا پیشنهاد میکنم یه دستگاه برید 365 ضرب 3 میشه 1095، شما 1095 تا از این ارز داشته باشی با توجه قیمت الانش که 41 صدم بود 449 دلار که معادل 12500 در آورد. به نظر من ارزش کاملا ارزش داره، حتی ما وقتمون رو دور داریم میریزیم تو خیلی از این اینستاگرام این همه چرت و پرت که میاد. به نظر من پروژه کاملا ارزش رو داره. یه قسمت داره ریوارد توکن، ریوارد توکن من 39 تا، ولی این ربات هوشمند داره میاد اهمیت میگه که آقا با توجه به شرایط سرچ شما 27 تاش قابل قانونی شناخته شده، یعنی ما 70 درصد اینو میتونیم قبول کنیم و اینی که اینجا مد نظره این 27 تا. اگر شما سالم سرچ بکنید این 70 درصد سبب من تا چند وقت پیش صد بود تا اینکه این اشتباهو کردم و از اکانتم کم کرد. حالا چجوریه که این اتفاق افتاد؟ اینه که شما نباید سعی کنید سیستم رو گول بزنید. گول زدن سیستم کار غلطیه. ربات های هوشمند شما رو نگاه میکنن ببینن آقا شما توی آقا مثلا برهه زمانی 10 دقیقه این مادی 10 تا سرچ کردی، خب یعنی سیستم داری گول میزنی، یا اینکه سرچ الکی TVL CHS الکی تایپ کنید بزنید. اینا حالته اینکه آقا این ریوارد توکن شما رو میارن پایین تر کم میکنن. حالا قابلیت جالبی که میتونم بگم داره، خب اینجا بای توکنه
شما حتی اگرم نخواین این پروژه رو زودتر از موعدش بردارین، میتونید بای توکن بزنید، بیاین اینجا و این مقدار رو که 45 صدام خودش بذاری گرونتر میده که میگه پرشیس ویت بیت کوین، که شما بیت کوین با توجه فرست نیم لاست نیم وارد میکنید، نکستو میزنید، یه دونه کیو آر کد برای شما میاد که میتونید به اون واریز کنید و اینجا برای شما مثلا اگه 450 دلار واریز کنید یه مقداری به شما میده که همون موقع میتونید برداشتتون انجام بدید. ولی من توصیه نمی کنم همچی کاری انجام بدید، بخاطر اینکه شما اگه بخواید وارد یک صرافی هم بکنید و بفروشینش کارمزد زیادی ازتون میگیره. پس بهتره همینجوری سرچمون انجام بدیم و کاری به کسی نداشته باشیم. بقول معروف خب نکات جالبی که این توکن و حالا سایت ریسرچ داره، بکنید کیورد استیکینگ یعنی چی؟ یعنی استیک کردن، یعنی نگهداری کردن این توکن ها. حالا خودش تو ویدیوش که تو یوتیوب توضیح میده کاملا که باید چه اتفاقی بیفته. مثلا ما میایم یه چیزی سرچ میکنی، مثلا بیت کوین، ببینیم چی میاد. یک سایتی اومده این بیت کوین رو چیکار کرده، کلمه رو استیک کرده. یعنی چی؟ یعنی من اینجا 1000 تا دارم، 1000 تا هم الیجیبل شده، اویلیبل تو استیک شده، پس میتونم استیکش کنم. حالا چرا چند تا اینجا؟ ممکنه سوال بپرسین که چرا چند تا اینجا استیک وجود داره. خب ببینید اولی 25 تا 35 تا همینجوری زیاد شده. این پیسش یه سری نود یا گره داره که میره میگرده ببینه بالاترین مبلغی که نکنید ماکسیمم استیک، بالاترین مبلغی که داره استیک میشه چه مقدار بوده، اونو میاد تصمیم میگیره که بیشترینی. خب FTX سایت خیلی گنده است، به خاطر همین اومده 6 میلیون تا که مبلغ میشه میلیون دلاری اومده استیک کرده، به خاطر اینکه این سایت به این اینجوری نگاه کنید، مثلا این سایت FTX به این افسار امیدواره، به این شبکه FTX فکر می‌کنم یه صرافی باشه، حالا اون موقع که دقیقا یادم میاد. خب این بحث کیورد ان استیکینگ، شما میتونید استیک کنید اینجوری سکه‌هاتون بریزید اینجا و براتون درآمدزایی کنه. ببینید نوشته برای که یک واژه مشخص یا یک چیزی رو اگه طرف سرچ بزنه تبلیغ شما به سایت اون لینکی که شما بهش میدین نمایش داده میشه، بعد از اونجا میتونه وارد سایت شما بشه، هم برای برند شما تبلیغ کرده هم به شما یه چیزی داده. همین الان که دارم صحبت میکنم با شما بروش 3 میلیون تا سرچ در روز داره انجام میشه و مطمئن باشین تا سال آینده دیگه همچین برنامه نخواهد بود. پس بهتر سریعتر بیاین ثبت نام بکنید که به نفعتون باشه. اینجا گفته که بیشترین مقدار به کسی میده که بیشترین میزان رو استیک کرده باشه. نکنید همچنان که شما پیار استیک کردین شما صاحبشون میمونید، ولی اگه آن استیک کنین برگردونده میشه به شما و تبلیغات شما دیگه نشون داده نمیشه. که حالا از اوایل نوشته اوایل 2021 قرار بودن اتفاق افتاده که افتاده دیگه، و تبلیغی رو و شما پولی رو بابت اون نمیدید. من خیلی مزیده شما تبلیغی بکنید که یوزر، که منی که کاربرم دارم سرچ میکنم نگاه میکنم، به من پول بده، به کسی که داره تبلیغ میکنم پول بده و به اون واسطه که این وسط هم یه پولی بده. این چه بهترین حالت، شما درآمد گذشته سال گذشته گوگل برید نگاه کنید، نکن گوگل سی یک نت اینکام این بازو میزنه در کوارتر دوم گوگل 18.5 میلیارد دلار درآمد داشته، خیلی مبلغ زیاده. بکنید 18.9 18.5 و بری 4ش بکنید میشه 74 میلیارد دلار. حالا فرض کنید 10% این مبلغ رو خود گوگل برداره، یعنی 74 دهم کم کنیم حالا 68 میشه 66، مثلا 66 میزنی. خب حالا تعداد سرچ های روزانه گوگل، دیلی سرچز
داشت. روزی 56 میلیارد یا 2 تریلیون سرچ در سال زده میشه. یه مبلغ بسیار زیادی. خب که اینو اگه تقسیم برای حالا اکتیو یوزرز بزنیم بهتره. اکتیو یوزرز خب بیشترش تو چرا نمیدونم 20-20 آمارشون فرق داره اینا نمیدونم. حالا ما میانگیم 6 میزنیم، مبلغ رو 6 میزنیم که بخش بدی نمستی. خب 66 میلیارد اگه جا بشه تو ماشین حساب، خب تقسیم بر 6 میلیارد سرچ روزانه، ببخشید 66 میلیارد تقسیم بر 6 میلیارد سرچ روزانه، یعنی روزی 11 دلار میتونه تقسیم کنه. خب مبلغ شد 11 دلار، ولی این کارو نمیکنه. این 11 دلار چی کار میکنه؟ این 11 دلار رو، این 11 دلار بابت هر سرچه ها فهمیدی؟ این 11 دلار بابت هر سرچی که شما میکنی، یعنی اگه روزی 100 سرچ کنید یه مبلغ فضایی میشه. خب شرمنده، اینجا من یه اشتباه محاسباتی انجام دادم. من اومدم توی روز، تو سال با در نظر میگرفتم ولی تو روز در نظر. خب 11 رو باید تقسیم بر 365 بکنیم که هر سرچی میشه 3 سنت، درسته؟ هر سرچی که بکنیم 3 سنت. خب حالا این 3 سنت رو بیایم ضرب کنیم تو چی؟ ضرب کنیم من روزی مثلا روزی 100 تا سرچ بکنم میشه 3 دلار. مطمئن باشید 100 تا سرچ میکنم وقتی بدونم 3 دلار میدم. فرض کنیم که نمیدونم و گوگل بهم میده، خب این 300 مو ضرب در مثلا من روزی الان میانگی 30 تا سرچ میکنم، روزی 1 دلار ضرب در دلار رو 28000 تومان بکنید، روزی 25000 تومان ضرب در 30 روزش بکنید، ماهی 700000 تومان میتونه گوگل به شما بده. ولی این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون اطلاعات شما رو میگیره و به شما محتوای رایگان ارائه میده، در حالی که پری سرچ داره یه همچین کاری میکنه و این به نفع کشورهای فقیر و بدبخت و عقب افتاده ای مثل ما که واحد پول بیارزش دارن که مقدار 3 دلار در روز مبلغ سنگینی میشه، در حالی که مثلا شما توی آمریکا بخوای یه غذا بخوری باید مثلا 40 دلار یه رستوران معمولی بدی که میشه 1200 1100، مبلغ زیاد میشه. پس برای اونا نمیسره، برای اکثریت کسایی که قشن قرب و جایی که پول دارن نمیسره برایشون، ولی کشوری مثل ما که درآمد کارگر 2600 و 700 به نظرم میسرفه که درآمد 5 روز 6 روز کارگر رو ما بتونیم اینجوری بگیریم، حالا شاید 10 روز نمیدونم مقدار رو بگیریم. خب داشتم میگفتم پریسرچ. خب این استیکینگ رو که گفتیم، این یکی از این عالیه. کیورد استیکینگ ادورتایزینگ 100 بیلیون دلار اپورتونیتی، میبینی فری ترافیک، یعنی ترافیک رایگان به شما میده. این هم اونجا گفتم، حالا میگه تو کانتری شما، البته من آی پی آمریکا دارم ولی بازم مثل این که آمریکا رو تحریم کرده بر پای ندیم. صنعت 100 میلیارد دلاری، نکنه حالا آمارای جالبی داده، آمارای مربوط به ادورتایزینگ سرچ. 49% مردم روی تبلیغات تکست یعنی متنی کلیک میکنن و 95%شون تا 4 تا نتیجه رو دارن، یعنی میدونی چه صنعت بزرگی و نمیخوان قولای تکنولوژی همچین اتفاق بیفته که یه چیزی مثل پری سرچ دیسنترالایز باشه، همه بتونن اکسس داشته باشن بهش و آینده رو تغییر داد با این اصلا. حالا توضیح داده که اون کیورد ادز قدیمان چجوری کار میکردن و متاسفانه مشکل اینه که خیلی میان توی یوتیوب فیلم نگاه میکنن، تبلیغ نمیکنن، ولی هیچی از اون تبلیغه به منی که دارم مخاطب اضافه میکنم اضافه نشده، بلکه فقط 70% واسه تولید کننده محتوا، 30% واسه یوتیوب
مبلغ سنگین و زیاده متاسفانه اینجوریه، ولی امیدوارم بتونم با راه انداختن این ارز که حالا سیستم رفرال هم داره، که اگه با کد رفرال شما وارد بشین 25 تا پریسرچ به شما میده. این مبلغ از نظرم خوبیه و به منم خیلی دیر میده. اگه من بیام در اختیار شما قرار بدم، به من بعد از 30 روز 25 تا پریسرچ میده که حالا قبلا مقادیرش بیشتر بوده. اینا میدیوم میدیوم هم بچه نظرم خوبه، جدیدن رو بورس اومده. خب قابلیت دیگه پریسرچ، یه قابلیت خیلی جالبی که من اصلا هات کردم پایین، این پایین هم راستی نگفتم. نکنید شما وقتی مثلا یه سرچ میکنید مثلا جیسون استرم، اگه درست داشته باشه، نمیدونم درست باشه، اگه نتایج راضی کننده نبود، خب خیلی وقتا نتایج راضی کننده نیست، حالا نمیتونیم کار کنیم. مثلا ایمیج هایی که میای میبینی از جیسون استرم اصلا قابل رضایت کننده، یعنی اصلا قابل رقابت با گوگل نیست، پس اصلا نمیتونیم اینطوره برابر بدیم. چاق شده. آره نمیتونیم، هر موقع ایرادی داشت آقا تو گوگل سرچ کن، اتر اسکن، کوین مارکت کپ، کوین جکو، چه میدونم یوتیوب، داک داک گو، این همشون هستن. سری گوگل رو میزنه، گوگل خیلی سریعتره، اطلاعاتو خیلی بروزتر میاره، ولی به نظرم این پوان رو میتونیم بدیم به یه دونه توکنی که تازه اومده. گوگل هم اوایلش وب یک صفحات HTML ساده بوده، هیچی نبوده وب یک، حالا وب دو یه ذره شاخ شده. آره خلاصه آره بازم ریخت. نه تزید نمیریزه. آره دست چیزی هم دست نمیریم که ما. خب در نهایت هم امیدوارم آها اینو نگفتم، شده بابا یادم میره. خب رفت مثل این که صفحه دیگه بزنم. ها نوتز، نوتز وانه یه گره. خب قابلیت جالبی که داره، میتونید از این راه هم کسب درآمد بکنید، خیلی جالبه. همین ران نوت، ران نوت منظورش چیه؟ منظورش اینه شما یه دونه سرور یا یه شبکه بیدونه به یه سرور بیدونه از این شبکه پریسرچ اضافه کنید. خب همونطور که میدونیم پریسرچ یه سری کرالر یا خزنده داره، یعنی میگرده پیدا میکنه، برای اینکه نتایج سریعتر و بهتر شن میاد از سرورهای نزدیک اون آی پی مورد نظر، آی پی که داره سرچ میکنه پیدا میکنه، پس نتایج بهتر و متناسب با اون محدوده جغرافیایی که داری سرچ میکنی و نتایج سریعتر و بهتر انجام میشه دیگه. اومده یه قابلیت جالب گذاشته که اینی که شما، حالا توضیح داده کامل دیگه، خیلی یه ذره دشوار، شما من کامپیوتر نخوندم. آره یه سری ریکوایرمنت های سرور گذاشته، دیسک اسپیس نمیخواد، مموری آنچنانی نمیخواد، سی پی آنچنانی نمیخواد. شما میتونید با کرک کردن یعنی وی پی اس بیاین در واقع به اون اپراتور این گره ها، این نوت ها باشین. خیلی جالبه. Rewards are paid to all new operators at 2000 paid. حداقل 2000 تا پریم میتونید بخرید، یعنی یه مبلغ رو سرمایه بذارید تو این. به نظر من بازگشت داره، بی برو برگرد. اگه پروژه بتونه این کار انجام بده قطعا بازدهی خوبی خواهد داشت. 2000 تا رو باید استیک کنید و مبلغ بسیار زیادی، من یه دونه ویدیو میدیدم توی یوتیوب، مبلغه یعنی اینجوری ثانیه 12000 تا استیک کرده بود و نود 4 تا وی پی اس هم داشت. مبلغ اینجوری بود که هر مثلا یه دقیقه 10 تا 20 تا بهش میداد. 10 تا 20 تا مبلغ خیلی زیادیه، 10 تا 20 تو هر 10 دقیقه یه رو، مبلغ زیادیه. شاید تو روزش 2000 تا بهش بده، خب مبلغ همینجوری میره بالاتر دیگه. ولی خب کرایه هم کرده، یه پولی از اون ور میده دیگه، اینم باید در نظر بگیر. یه نکته جالبی که هست اینه که یه سری ریسک ها و در واقع احتیاط ها و احتیاط که شرط اول حقه باید وجود داشته باشه،
اینی که سرور شما ممکنه که توسط دولت بیاد بلوکه بشه، مثل خیلی از سایت آقا کوینکس الان بلوکه است، کوکا، خیلی از سایت ها، سایت هایی که باشون کار میکنیم حالا تو زندگی روزمره و خیلی ها اینا بلوکن، ما نمیتونیم بریم توشون. اینم همینطوریه، اگه این ریسرچ به قولی معروف شه و محبوب شه و دولت دست بذاره روش، راحت میتونه فیلتر کنه و قشنگ بیاد سایتو ببنده، شما همچنان باید با فیلتر شکن برید و دیگه اون سروری که در واقع پولشو میدید تو ایرانه براتون کاری نداره. حالا اینجا نوشته دیگه، نوشته repressive countries ایران، نورث کوریا، چاینا. آره دیگه، که ممکنه مشکل براتون در رسن ممکنه اینجا، چون منم پیشنهاد میکنم کاری نکنید و میتونید UPS کرایه کنید. یا یه بارم تو تبلیغ هم تو پیش دیدم یه ویژوال ماشین بود، یه ماشین مجازی بود که این کار انجام میداد براتون. با توجه به کشوری که شما واقع شدین، ممکنه که در واقع تکس مالیات بهشون بخوره که ممکنه در واقع مهیا نکردن این که حالا خداش ایران از همه دنیا جدای، راحت هر کاری دوست داریم ما میکنیم، سافر کرک میکنیم، هر کاری باشه راحت میتونیم انجام بدیم. خب چیز خاصی دیگه نمونده دیگه، میتونید به توییترش که همین کوین مارکت کپ سر بزنید، هولدراش رو میتونیم، هولدراش هم باید ببینیم، هولدراش مهمن که هولدراش همینجوری زیاد میشن، من موقعی که دیدم که 3 ماهش رو ببینیم هولدراش همینجوری زیاد میشن که از اینجا، منم فکر کنم اینجا وارد شدم، نمیدونم، من یه دفعه دیدم یه دونه ارز هست خود نمیدونم 200% داده، نمیدونم چی این ارزه، ببینید دیدیم آره اینجوریه. یه ذره ممکنه ریسکی باشه، من اصلا پیشنهاد خریدشون این بگم نخرید، اگر میخرید مبلغ کم بخرید، چون این 3 نفر اول 50%شو دارن، مبلغ زیاده، این 3 نفر هم احتمالا با همن نهنگن، نه 1% مبلغ خریدن. آره حالا پایین تر که دیگه ما اون تحمه هاییم دیگه. آره خلاصه به نظرم اگه شرکت کنید سرش انجام بدید ضرر نخواهید کرد. خب بدم هر جایی که هستید خوب باشید. آها رسید، میتونید با این کد رفرال گفتم بهتون 25 تا بگیرید، به منم 25 تا هدیه بدید ممنون میشم. من یه قصه خیلی خوبی که دارم، امیدوارم بتونم اجراش کنم و اجراش میکنم، اینه که 50% هرچه این مبلغ این توکن به من داده و موجود هست، خودم شخصا پرینت حساب بگیرم ببرم بچه های سیستان بلوچستان، اونجا بهشون کمک کنم، حالا هرچه مبلغ ناچیز باشه اصلا مهم نیست برای من، من نقص سرمایه مثلا 30 میلیونه، میخوام 5 میلیون کمک کنم، اب نداره، من هر کس در حد وسع خودش کمک بکنه، یکی 50 میلیارد داره ممکنه 2 میلیون کمک کنه، یکی 20 میلیون داره ممکنه 5 میلیون کمک کنه. حالا امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید و لذت ببرید، امیدوارم پولدار بشید با این توکنی که معرفی کردم. به سلام.